شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس نورالدین قروی هستیم. جناب آقای مهندس نورالدین قروی، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفته بود. سلام و درود بسیار گرم من پیشکش شما و شنوندگان خوب شما. خوشحالم که باز در برنامه‌تون هستم. ما هم خوشحالیم که باز با شما هستیم. جناب قروی، می‌خواستم لطف کنید و بفرمایید بپردازیم به این بحث تحریم‌ها و تأثیرات اون بر مردم کشورمون، به ویژه بر طبقات زحمتکش و کم درآمد و یا بیمارانی که احتیاج به داروهای خاصی دارند. به عنوان مثال، مثلا بیماران سرطانی و غیره که به علت این تحریم‌ها بسیاری از این کارخونه‌ها تو خبرات داریم که تعطیل شده، و همینطور این اضافه شدن این دردها و همه هموطنان دردمند. بعد در این شرایط می‌بینیم که بسیاری از جریان‌های وابسته خیلی باز فعال‌تر شدن، به حرکت در اومدن، مثل این گروه‌های تجزیه طلب مزدور در آذربایجان، خوزستان، کردستان، بلوچستان، و باز می‌بینیم مثلا جریان‌های مثل مجاهدین خیلی فعال شدن، کنفرانس می‌ذارن، جلسات بزرگ می‌ذارن، بعد از جناهای جنگ طلب دعوت میکنند، بعد باز هم به قول خودشون مردمانی از عراق و لیبی و سوریه و غیره رو دعوت میکنند، و بعد در کنار اینا اعلام میکنند 700 شخصیت بین المللی اومده بود، و بعدم اینکه صدها هزار نفر رو البته بودن مکانی که جای 4000 نفر جا میگیره قرار دادن، و داستان دیگه مرغ پخته با اون لبخندشو کند. بعد از طرفی هم باز میبینیم این جوان رضا پهلوی رو جلو انداختن، اون هم با ادعاهای خیلی عوام فریبانه، و بعد با اون روش و سبکی که داره خیلی مهیلانه و نیرنگ بازانه، یکی به میخ زدن یکی به نل، که در این کارم تجربه زیادی پیدا کرده ظرف این 30 سال، و چند نفرم از این افرادی که حالا خودشون رو قبلا کمونیست معرفی میکردن، یا به قول دوستانشون یا به اصطلاح چپ شدگان یا کپونیست های فعلی، اینا مرتب در مدح ایشون سخن میگن. میخواستم بفرمایید که چی شده، چه خبره، باز چه اتفاقی افتاده و چه رابطه بین این تحریما و این جریان ها موجوده؟ بله، تحریم ها واقعیتش که ما از دور میبینیم، ولی با کمال تأسف میلیون ها هموطنمون با پوست و گوشت و استخونشون هر روز اون رو درک میکنن، لمس میکنن و شلاقش به تن همشون میخوره. بله. و با تشدید تحریم ها گمان بسیار بیشتر خواهد بود، تعداد بسیاری از مردم زیر خط فقر خواهند رفت، قیمت هایی که میشنویم به طور باور نکردنی آنچنان قیمت ها افزایش پیدا کرده که قدرت خرید 1 دلار در ایران امروز خیلی کمتر از قیمت خرید اون 1 دلار در آمریکاست. بله. این خیلی استثنائیه. در گذشته های نچندان دور کسی که از آمریکا راهی ایران می شد با مقدار دلار می رفت در اونجا خیلی دست بازتر از آمریکا میتونست خرج بکنه، با اینکه قدرت خریدش با دلاری که در اختیار داشت بسیار بالا بود. ولی حالا برعکس، اگر کسی از اونجا بلندش بیاد اینجا میتونه راحت تر خرج بکنه تا اینکه در اونجا.
پاره از اقلام بسیار مهم است در سبزیجات و میوه ها و مواد بسیار ضروری. حالا مسئله مسکن به کنار، مسئله پوشش رو میتونیم در درجه اهمیت کمتر قرار بدیم، ولی مایحتاج روزمره و سختی که زیر روی سر آدم باید باشه به طور غیر قابل باوری قیمت ها خیلی بالاست. بله. خب خوندیم که قیمت دلار از مرز 2200 تومان هم گذشت. پول ملی ارزش خودش رو بیش از نزدیک شاید 60% از دست داده و به همین شکل داره به جلو میره. به نظر نمیرسه، حرکتی نمیبینیم که نشون بده که قرار یک ترمزی جلوش باشه، اتفاقی بیفته. تحریم کننده ها هم خیلی امیدوار هستند، صریحا هم این رو میگن که بله خوشبختانه ما شاهد اثر تحریم هستیم و تحریم ها رو بیشتر خواهیم کرد که تا اثرش بیشتر دیده بشه. البته اینهایی که در غرب این حرفا رو میزنن شاید خودشون رو در نقش جراحی میبینن که با مهر و لطف زیاد بخشی از اندام یک انسان رو میبره تا اینکه بقیه اندام رو زنده نگه داره. البته این خیلی خوشبینانه بود، ولی واقعیت این هست که دست کم در 100 سال گذشته ما و اونها، این کلمه ما و اونها رو به خود توضیح میدهم. بله. واقعیت این هست که الان در ادبیات غرب به ویژه در ادبیات آمریکا کلمه ما و اونها اصطلاحاً وی اند دی اونها، خب این خیلی متداوله. وقتی ما گفته میشه ما یعنی مرکز جهان، مرکز یونیورس، مرکز همه حرکت ها مایی، یکی هم دیگران هستند. اونهایی هستند که تکلیفشون رو ما معلوم میکنیم، اونهایی هستند که اهمیتشون درجه دوم و سومه و وقت شاید بد نیست این لطیفه رو بگم، به مولانا نصرالدین گفتن که وسط زمین کجاست؟ گفت همینجا. بله. گفتن از کجا میدونی؟ اگه باور نداری خوب برو اندازه بگیر. حالا این منتالیتی اینجا وجود داره. واقعیت این هست که مرکز جهان اینجا دونسته میشه، مرکز همه چیز، همه قدرت، همه ثروت اینجا دونسته میشه. دقیقاً. و از این زاویه به اون طرف به دیگران نگاه میشه. الان در همین در دوران اخیر چند ماهه عملا شاهد بودیم، به خصوص این مسئله انتخابات در آمریکا، این مسائل رو بیشتر رو کرده، بیشتر آورده بیرون که اگر دیگران به قول اینها و غیر غربی ها اگر یه خود حواسشون جمع باشه بهتر این روزهای نمایش این احساس، این منتالیتی و این رو به خوبی میتونن ببینند. میگه ما و اونها، در رابطه ما و اونها، اونها کسانی هن که رقم هن، عدد هن. تقریبا در 60 سال گذشته همینطور بوده، همیشه فکر شده که به خاطر وقتی که آمریکا تصمیم گرفت که لوئیزیانا رو، لوئیزیانای اون روز رو که تقریبا 12 ایالت امروز رو در بر میگیره که وسعتش از آمریکای اون روز که ایالات متحده بود 120% بود، اون رو وقتی قرار شد 20 میلیون دلار بخره از ناپلئون، و یا وقتی که تکساس رو ملحق کردن، تنها چیزی که این وسط مطرح نبود آدم هایی بودن که اونجا بودن. بله. وقتی هم در گذشته گفتم وقتی که مک‌کینلی نخست رئیس جمهور آمریکا سالهای چرخش قرن 18-19-20 در 1898 و 1900، در اون زمان وقتی که قرار شد به فیلیپین حمله کنن و اونجا هم قرار بود چون در راه چین بود، اون زمان چین 300-400 میلیون جمعیت داشت در برابر آمریکا 40-40 میلیون جمعیت داشت و
میدونستن اونجا بازار بسیار داغی هست، اروپایی همه در اونجا فعال بودن، به این نتیجه رسیده بودن که فیلیپین وسط راه بهترین جاست که اگه ما داشته باشیم مال ما باشه میتونیم به بازار چین خیلی نزدیک بشیم. بله. در اون روزها آقای مک‌کنلی چند روزی از چشم‌ها دور شد. بعد از چند روز که خبرنگارا رفتن سراغش گفت این چند روز داشتم با عیسی مسیح گفتگو میکردم و به من فرمان داد، توصیه کرد که برم اون نیمه متمدن‌های زردپوست رو به راه راست هدایت کنم به معرفت راه عیسی مسیح. یکی از خبرنگاران گفت که جناب آقای رئیس جمهور اونا اتفاقا از پیش مسیحی هست. اون وقت واقعا اون موقع میسیونرهای مسیحی در فیلیپین تونسته بودن درصد بالای از جمعیت رو مسیحی بکنه. بله. اون جواب داده ای به نداره، ولی ما اونها میخواییم به راه تمدن بیاریم. خب اگر اون زمان 200,000 نفر کشته شدن، آقای مارک توین در رود مطالبی که نوشته گریه‌آور از شخصا رفته دیده چه بر سر اونجا اومده، اینها گریز زدن بر این که نگاه کنین عدد و رقم دونستن انسان‌های غیر خودی یعنی دیگران. بله دقیقاً. در اون بخش از دیگران، جهان دیگران، حالا میلیون ها ایرانی ابزار هست، میلیون ها ایرانی رقم هست و ما میتونیم اینجا بشینیم خیلی با احساس کامیابی و موفقیت بگیم خود خوشبختانه تحریم داره کار خودش رو میکنه و داره هر روز اثراتش رو بیشتر نشون میده. ولی اینکه این اثرات رو بیشتر نشون میده یعنی چی؟ یه تکرش شما اشاره کردید، بیماران مبتلا به کانسر. بله بله. ما بیماران دیگه، تازه سالم هایی که یه لغمه نون باید بخورن، سالم هایی که دیگه مدت هاست گوشت از صفرهشون رفته و حتی پنیر رو به زحمت میتونن تهیه بکنن. خط فرق تا 1,000,000 تومان، حدود 1,000,000 تومان شد. بله. خط فرق حدود 1,000,000 تومان شده. خب با این رقم میتونیم حد بزنیم که در سازمان بین المللی پول IMF قبلا گفته بود ایران 11,000,000 نفر زیر خط فقر داره. با این تحولات اخیر به احتمال زیاد اون اگر دو برابر نشده باشه نزدیک دو برابر هست و داره میره جلو. بله بله. و این پرسش پیش میاد که خب حالا نتیجه این چی میشه؟ آیا این باعث بشه که حاکمیت یه خود رنجور بشه؟ به نظر من نه. من قبلا هم این صحبت ها رو گفتم. بله. کردم در رابطه با عراق. از 1991 جنگ اول خلیج فارس که جورج بوش پدر به اونجا حمله کرد تا 2003 که جورج بوش پسر به اونجا حمله کرد، شدیدترین تحریم های ممکن در تاریخ روابط بین المللی در اونجا اعمال شد. رمزی کلارک دادستان کل دوران جیمی کارتر بلند شد در بغداد و شهرهای دیگه برگشت گزارش داد که یعنی که میگم قبل از حمله دومه گزارش داد که بیش از 500,000 بچه عراقی به خاطر نداشتن شیر و خشک و مواد غذایی و دارو مردند. بله. خب از این گزارشات بسیار رسید. ولی حالا در مقابل ببینیم حاکمیت عراق در چه حالی بود. اونایی که اون روزها یادشون هست میتونن الان مجسم کنن. حتی طارق زیاد هم وزیر خارجه دولت عراق هم که هرگز نظامی نبود لباس جنرالی میپوشید، با افتخار و تبختر در جلسات شرکت میکردن. پسر صدام حسین باغ وحش خصوصی درست کرده بود، گرانبهاترین ببرها و پلنگها و شیرها رو اونجا جمع کرده بود. بله دقیقاً.